درود میگم به همه مخاطبان رادیو زمانه که صدای منو میشنوند و این ویدیو رو میبینن در هر کدوم از رسانه‌های اجتماعی که هستید و پیشا پیش عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه صدام کمی گرفته و ممکنه که در طول این دقایق گوتایی که در خدمتتون هستم سرفه کنم. موضوعی که میخوام امروز در موردش با شما صحبت بکنیم برمیگرده به این که چطور دولت پزشکیان مسائل محیط زیست رو اولویت بندی میکنه و آیا اصلا بحرانای جدی که باش مواجهه و مسائل جدی که در حوزه محیط زیست باش مواجه هست دولت جدید چی خواهد بود و چقدر ما میتونیم چشمانداز امیدبخشی داشته باشیم در مورد این موضوع. من صحبتم رو شروع میکنم با یه گزارشی که در یکی از رسانه‌های داخل ایران منتشر شده بود که نظرسنجی کرده بود، اونها مثل ما همین دغدغه رو داشتن در مورد اولویت بندی هایی که الان وجود داره که دولت جدید باید بهش نگاه بکنه در مسئله محیط زیست. اون گروه که اکثرشون هم فعالین و کنشگران و کارشناسا و محققای حوزه محیط زیست بودن که اغلب نام‌های شناخته شده هم هستن که امروز در رسانه‌های مختلف فعالیت میکنن و تلاش میکنن بنویسن، برخیشون به طور مستقیم مثلا حمایت کردن از دولت پزشکیان، از در انتخابات از آقای پزشکیان صحیح تره. به هر حال اون اولویت بندی ها در واقع اینجوری بود که مسئله نخست بحران آب و حقابای محیط زیستیه، مسئله دوم آلودگی هواست و بعد حفاظت گونه های حیات وحش در حال انقراضه و اینکه در مورد ارزیابی های محیط زیستی پروژه ها شفافیت وجود داشته باشه و اطلاع رسانی دقیق باشه. یه بخشی هم از موارد بود که خیلی فوریتی از منظر این گروه نداشت، مثل مدیریت پسمان، مثل مسئله بیابانزایی، مثل دیپلماسی و سیاست خارجی که در حوزه محیط زیست مورد نیازه که گمان میکنم اشاره داره به آبای مرزی و مدیریت مسئله ریزگردها که در استانهای زیادی بخش مشترکی داریم، در واقع در این موضوع بحران به شکل مشترک با همسایه های مرزیمون هست. اما نگاه به این لیست از اولویت بندی ها و من اگر عقبتر بخوایم برم نگاه ما به لیست افراد پیشنهادی به آقای پزشکیان در برای پست وزارت نیرو، برای پست وزارت جهاد و کشاورزی، برای سازمان محیط زیست، حتی افرادی که در این گروه ها تعیین شدن برای پیشنهاد و انتخاب افراد برای پر کردن صندلی های این وزارت خونه ها به پزشکیان، به نظر من نگران کننده است. اما نه نگران کننده از جنسی، بیش از اون چیزی که ما در تمام این نزدیک به نیم قرن تجربه کردیم در حکومت جمهوری اسلامی، اساساً نشون میده و تاییدیه بر این که چطور این حوزه سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری، اولویت بندی حتی از یه دولتی به دولت دیگه میغلطه و میلغزه و وابسته به افراد نیست. اساساً درستم هست برای اینکه استراتژی و نگاهی که جمهوری اسلامی به مسئله محیط زیست، به مسئله منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی داره، یک نگاه مصرفی کوتاه مدت، یک قلک پول در اختیار گروه‌های اقلیتیه که بخششون نظامی هستن، بخششون نهادهای مذهبی هستن مثل سازمان‌های اوقاف و بنیاد شهید و اینا، بخششون نهادهایی هستن که وابسته مستقیم هستن به هسته قدرت مثل بنیاد برکت و اینها و اساسا تصورش اینه که منابع درآمدی هست برای اینها و اون نگاهی که جهان به سمتش حرکت میکنه و تلاش داره به اون برسه که یه نگاه پایدار به مسئله محیط زیسته و گره زدن برنامه‌های آینده نگرانه یک کشور به مسئله توسعه پایداره اساسا در ایران وجود نداره. یک مثال روشنش هم اینه که ما همون سند BC رو هم اصلا حرف زدن در موردش، اطلاع رسانی، آموزش پیرامونش کاملا ممنوعه و زیر نظر خود آقای خامنه ای ممنوعیت اعلام شده. به این ترتیب من فکر میکنم که مسئله محیط زیست هم تافته جدا بافته ای اساسا از موضوع نگاه حاکمیت، اون نگاه ایدولوژی و منفعت محور و کوتاه مدت به مسائل دیگه مثل حوزه اقتصاد، مثل حوزه سیاست خارجی، مثل حوزه منابع مدیریت منابع انسانی، اینها نیست، متفاوت از اونها نیست و اساساً
چون همون سیستمی که تصمیم میگیره و همون چارچوب قوانین، تخصیص بودجه ها، برنامه ریزی های کلان بالادست مثل سند آمایش سرزمین، برنامه های هفتگانی توسعه هست که تعیین میکنه مسیر محیط زیست، مسیر مدیریت منابع طبیعی به کدوم سمت حرکت بکنه. این تمام این چیزایی که ما امروز باش مواجه هستیم قابل پیش بینی بود. من نمیتونم یه اولویتی به دست بدم از بحران هایی که دولت آینده باش مواجه خواهد بود. دلیل عمدش هم اینه که بخش زیادی از اونها شاید تا یک دهه قبل میشد طبقه بندی کرد، میشد یک سطح مشخصی بنا به شاخصهای جهانی و ملی براش تعریف کرد. مثلا میشد گفت که ما در بیابانزایی در این رتبه جهانی هستیم، اینقدر براش سرمایه گذاری میشه، مدیریت مقابله با بیابانزایی به دست کیه و چطور داره در استانهای مختلف عمل میکنه. اما امروز دیگه نمیتونیم بیایم اون رو مستقل از بحرانای دیگه بدونیم، برای اینکه گذر زمان باعث شده که در ایران ما مجموعه گره خورده و به هم پیوند خورده ای از بحرانای محیط زیستی رو تجربه کنیم. مسئله امروز بحران دسترسی به منابع آب یا ناامنی در حوزه دسترسی به آب و انرژی که در بخش اون رو ناترازی انرژی به طور مثال تعریف میکنن و عدم دسترسی به منابع آب پایدار، ولی من اون رو در واقع مسئله امنیت دسترسی به آب و انرژی میدونم، الان گره خورده به حوزه انسانی، به مسئله عدالت در دسترسی به آب و انرژی. برای اینکه برای استانهای زیادی کلان شهرها به طور مثال برنامه ریزی میشه که هر طور شده تامین بشن، ولی بخش زیادی از شهرهای کوچیک، بخش زیادی از حتی استانهایی که مشکلات جدی مثلا فرض کنید گرمایش دارن یا روستاهایی خیلی پرشمار و پر جمعیتی دارن، موضوع اصلی حاکمیت تامین آب و انرژی برای این مناطق نیست. به این ترتیب ما مثلا با مسئله بی‌عدالتی اقلیمی و محیط زیستی گره خورده، از طرفی گره خورده به طور مثال با عدم توسعه یافتگی زیرسازها، مثلا به این موضوع آب و انرژی چون اشاره کردم، ادامه مثال من در واقع میشه این که ما در صنایع نفت و پتروشیمیمون، در نیروگاه هامون با یک وضعیت توسعه نیافتگی عمیقی مواجه هستیم که سرمایه گذاری نشده، بخش زیادی از این تکنولوژی ها به روز نشده و ما با یه هدر رفته بسیار زیادی در حوزه آب و انرژی مواجه هستیم. از طرفی در حوزه مصرف هم سرمایه گذاری مناسبی نشده هنوز. فرض کنید که 20 میلیون کولرهای آبی بسیار کم بازده و پر مصرف در ایران کار میکنه که جوابگوی گرمای جدید هم نیست و اینا در هم گره خورده. یعنی اون توسعه نیافتگی، اون کمی بسیار با پایین بودن بسیار بازدهی موضوعاتی مثل آب و انرژی گره خورده در مسئله بحران آب و بحران انرژی. عدم سرمایه گذاری در انرژی های نو به طور مثال علارغم پتانسیل بالایی که ایران داره به عنوان یک منبع مهم تامین انرژی، ما رو هل داده به سمت مصرف بی‌رویه گاز و نفت که همچنان به طور مثال ما رو در رتبه نخست تولید دیوکسید کربن قرار میده در جهان، یه رتبه قابل توجهی رو به ایران میده و خب طبیعیه که ما از اون طرف هم به عنوان تغییر اقلیم هم در گرمایش جهانی نقش بسیار مهمی و اثر بسیار مهمی را در منطقه خودمون و در جهان داریم. به این ترتیب میخوام بگم که الان فرصت، بخش زیادی از این بحران ها در هم گره خوردن. نکته دومی که به نظرم میرسه اینه که حل این بحران ها زمانی با مهندسی معکوس به سختی ممکن بود، به طور مثال تا یه حدی قابل بازیافت بود، بازگشت بود. تصور بکنید که ما یک تالابی داشتیم که بخشش خوش شده بود، 10-15% از دست رفته بود، شاید با لایروبی، شاید با تامین حقابه اونها در میان مدت و طولانی مدت، با باز کردن مسیرهایی که اون تالاب رو سیراب میکرد، رودهایی که به اون میرسید، با برنامه ریزی برای منابع آبای زیرزمینی که در اون منطقه و در اون محدوده و حریم اون تالاب مصرف میشد، میشد امید داشت که اون بخشی از تالاب که از بین رفته احیا بشه و اینکه امید داشت که در طولانی مدت تالاب بتونه حتی اکوسیستم از دست رفته خودش رو هم احیا بکنه. اما وضعیتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم اینه که دیگه زمان از دست رفته و اینطور نمیتونیم مسائل رو
خط بندی بکنیم برای راه حلش و برگردیم به عقب و عواملی که اون رو به وجود آورده بارش رو کم بکنیم، از روی دوش اون اکوسیستم، از روی دوش اون آسیب برداریم تا به شرایط اولیه برگردیم. این تقریبا در بخش زیادی از مسائل محیط زیستیمون غیر ممکن شده. مثلا در مورد آبای زیرزمینی ما بخش زیادی از آبخانهامون رو تقریبا برای همیشه از دست دادیم و احیای اونها بی‌معنیه. ما بر حوزه کشاورزی بخش زیادی از زمینهایی که قابل کشت بودن رو دیگه مدت هاست آیش بندی نمی کنن، مدت هاست که در اونها کشت نمیشه، مدت هاست اون روستاها خالی از سکنه شده و برگشت به شرایط اولیه بسیار سخته. این سخت بودن هم زمانبره، هم معطوف به زمان طولانیه که نیازه، هم معطوف به بودجه بسیار سنگینیه که مورد نیازه. به این ترتیب شما میتونید به این در واقع مسئله برسید که ما برای بحرانهای محیط زیستی که باش مواجه هستیم زمان کافی رو از دست دادیم به عبارتی و بودجه کافی رو هم براش صرف نکردیم و امیدی نداریم که در تخصیص بودجه ها ترازمندی های بودجه برای اونها اولویتی در نظر گرفته بشه. و نکته نهایی که میتونم بهش اشاره بکنم، نگاه اساساً غیر مسئولانه، غیر ملی و غیر کارشناسانه‌ای که به مسائل محیط زیستی وجود داره. مثلا شما ببینید در همین اولویت بندی ها اصلا گویا موضوع توسعه پایدار، موضوع مشکل تاثیر تغییر اقلیم، گرمایش جهانی اصلا در نظر گرفته نشده، ناچیز انگاشته شده، در حالی که ما در همین روزهای اخیر با وضعیت بسیار بحرانی در موضوع گرمایش مواجه بودیم، نه که نه فقط در ایران، در همه دنیا بود. اما موضوع اینه که شما وقتی با جغرافیاتون و متغیرهای اقلیمی و جغرافیاییتون، حتی متغیرهای توزیع جمعیتتون، یک سیستمی رو به شما تحمیل میکنه از مجموعه از حوادث طبیعی پرشمار، از بحران گرمایش جهانی، از تنش‌های دمایی، کاهش نرخ بارندگی، یا مثلا از دست رفتن بخش زیادی از منابع آبی ذخیره شما به خاطر تبخیر بالا در اون جغرافیا، باید به این سمت برید که اینها رو بیاید سازه ها رو متناسب با وضعیت اقلیمی اون منطقه بکنید، سازگار بکنید زیست مردم رو با وضعیت اقلیمی جدیدی که به اون منطقه تحمیل شده. و ما متاسفانه در مدیریت تأثیر تغییر اقلیم در جهان از جزو 3-4 کشور ته جدول هستیم و شما میبینید که حتی در اولویت بندی هایی که بررسی میشه، طرح میشه، همین ریده‌ای در مورد مسئله تغییر اقلیم وجود نداره. کما اینکه کنفرانس های بین المللی که در این موضوع تشکیل میشن، ایران هرگز حضور موثری نداشته و هیچ وقت تمایل به این هم نداشته به خاطر اون سیاست گذاری بسته‌ای که داره، که تبادل اطلاعات و تکنولوژی داشته باشه با کشورهایی که به هر حال تجربه های خوبی داشتن در این حوزه، بخششون حتی در همسایگی ما هستن. و اینا مجموعه اینا به من میگه که دولتی که در دست آقای پزشکیان تشکیل خواهد شد، من امیدی نمیتونم داشته باشم که تغییری در مسئله مدیریت محیط زیست در اون به وجود بیاد. نگاهش اساسا به مسئله محیط زیست و بحران های مرتبط با محیط زیست از حوزه انسانی گرفته تا حوزه حیات وحش و گیاهان که در واقع مجموعه زیستمندانی که در ایران زندگی میکنند رو شامل میشه، تغییری بکنه. و اساساً هیچ سطح بندی هم نمیتونم قائل باشم با مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم. مسئله آب خب موضوع بسیار مهمیه، ولی گره خورده فرض بکنید در بخشای به سیاست خارجی ما، گره خورده به نگاهی که وزارت نیرو به مسئله آب داره، به مسئله تأمین حقابه و تأمین منابع جدید تأمین آب داره. حتی شما میبینید که نهادهایی مثل پدافند غیرعامل سپاه ورود میکنن، حتی شما میبینید یه اندیشه هایی مثل استخراج آب از هما، مثل بارور کردن ابرها، مثل پروژه های چندین پرتمطراق با بودجه سنگین بدون بازده، به جای اینکه در قالب پروژه های دانشگاهی فرض کنید استارتاپ های بنیان دانش محور باقی بمونن، تبدیل میشن به تعریف میشن و تلاش میشه که فروخته بشن به عنوان پروژه های نجات بخش. و این خب نشون میده که اساساً اون ایده‌ای که در موضوع نگاه به حل مشکلات محیط زیستی در ایران وجود دارم، یه نگاه کاملاً پروپاگاندایی و یه نگاه غیر واقعیه. اما نمیتونم پنهان بکنم تأسفم را از حضور برخی از کنشگران و کارشناسان محیط زیست در مسئله انتخابات اخیر، علارغم اینکه میدونستند که ما
مشکلی که در موضوع محیط زیست در ایران داریم یک مشکل بسیار عمیقه، یه مشکل گره خورده با مثلا تغییر مدیریت نیست، یعنی بر اساس یک مدیریت کارآمد و ناکارآمد نیست. اساسا شما وقتی در بودجه جایی برای محیط زیست ندارید، به عنوان یک ارگان لاغر و کمجان بدون هیچ حق اجرایی در نظر گرفته میشه، یا اینکه شما اساسا بودجه‌ای براش ندارید، یا اینکه اون نگاهی که به سیاست خارجی به تکنولوژی دارید یه نگاه کاملا بسته امنیتیه، و حتی فعالینی که در این حوزه دارن سالها کار کردن، خودشون به عنوان مشاور و مدیر و اینها در حوزه در وزارتخونه‌های مختلف فعالیت کردن، اساسا هیچ وقت بازخواست نشدن، هیچ وقت مورد پرسش قرار نگرفتن. اون مسئله ارزیابی محیط زیستی چه معنایی میتونه داشته باشه وقتی که فرض کنید در یه پروژه مثل آشوراده خود نهادهای حکومتی مثل سازمان میراث فرهنگی یا مثلا همین سازمان گردشگری و اوقاف و اینها هستن که ورود کردن، اساسا ارزیابی انتشار بشه یا شفاف سازی هم بشه چه تفاوتی میکنه؟ مثل پروژه های انتقال آبی که براشون حتی پرونده‌های قضایی تشکیل شده ولی دوباره از صفر همه چیز کلید میخوره شروع میشه. به این ترتیب من فکر نمی کنم که اساسا نه تنها افراد تغییری نکردن و نگاه به لیست وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، حتی افراد وابسته کاملا وابسته به دوره مدیریت خانم ابتکار در اون لیست افرادی که میخوان تصمیم گیری بکنن برای صندلی سازمان محیط زیست و نشانه های دیگه نشون میده که حتی ایده و آرمان و آرزوی این هم متاسفانه در اون ساز و کار و ساختار وجود نداره. من تنها امیدم به اعتراضات محلی و منطقه‌ایه، به اینکه مسئله محیط زیست گره خورده با زندگی روزانه مردم، مثل مسئله آب، مثل دسترسی به برق، مثل مسئله زندگی روستاییان و عشایر و اقتصاد زندگی اونها و مسئله ریزگرد و آلودگی هوا، اینها چون با زندگی روزانه مردم درآمیخته شده امروز و به بخش زیادی از کلان شهرهای ما رسیده بحرانهای جدی، امیدم اینه که اعتراضات مردمی، آگاهی نسل جوان، امید و آرزو داشتن اونها، پدر مادرهای هم نسل ما برای فرزندانشون، اینها بتونه وضعیت رو حتی به شکل محلی و منطقه‌ای تغییر درش ایجاد بکنه، پروژه‌ای رو متوقف کنه، آتش‌سوزی‌هایی رو خاموش بکنه، اعتراضاتی رو شکل بده. ولی از بابت نهادهای حکومتی و دولتی ذره امید ندارم و فکر هم نمی‌کنم که اساساً در این چارچوب ایدئولوژیک و سیاست‌گذاری که جمهوری اسلامی در تمام طول این سال‌ها نشون داده جایی برای محیط زیست، منابع ملی و سرمایه‌های طبیعی تعریف شده باشه.